آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود، ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. که خدای پنامه گران و قدرمند دوستان سلام علیکم هیله ده چرو خوشحال هورا وسی او دنن روزی دی پو هنه رانده پا اخبروانه دیر خیر اغلاست زه مریم اسمال ارسلا دا اخبروانه تاسته دی آریانا افغانستان نریواله شبکی سخه برنده کام او ایله لرم چه تاسته زر پور او استفاده ورسی گران و قدرمند دوستان دی روزی دی مبارک میاسته را رسیدل طولته توله وطن والو تا ده زلد کوم سخه مبارک ویم او هیله لهم چه دلوی خدای ده مبارک میاسته پا برکت دمونگ ایواد که یو دائمی صلح او امنیت برقرار گی او دمونگ خلق و البته کوشش بری سه دا دائمی امنیت برقرار اول که زحمت باسی و کارو گری بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش روشناهی است با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز میکنیم امیدوار هستم شاد و صحتمند باشین و هفته خوش و پرثمره را با عزیزانتان به هر گوشه و کنار جهان که هستیم سپری کرده باشین و امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان به خوشی و آرامی آغاز شده باشه و فرارسیدن این ماه مبارک برای همگی تبریک و تهنیت میگم و امیدوار هستم که از برکت این ماه مبارک خداوند یک صلح و آرامش دائمی به مملکت عزیز ما به وطن عزیز ما برقرار بسازه و امیدوار هستم که البته خداوند شاید بگوید که ما بر شما همه می قدرت دادیم و خودتان نمی کنین امیدوار هستم که ما خود ما حرکت کنیم آن وطنای ما که در افغانستان در داخل وطن هستن حرکت کنن که خداوند برکت کنه و دعای ما را بپذیره خب دوستای عزیز ارجمند و همچنان چون دیروز روز پدر بود بزرگ داشت از روز پدر بود روز پدر هم به همه پدران گرامی و عالی‌قدر تبریک و تهنیت میگم و در راه بزرگ کردن فرزندانشان همیشه از خداوند برشان آرزوی توفیق دارم امیدوارم خداوند به همه پدران توفیق بده و عطا فرماید که فرزندان خوب و مسلمان و وطن دوست و مفید برای جامعه و مفید برای فامیل بار بیارن و بر پدر بزرگوار خودم هم دوباره روز پدر از صمیم قلب تبریک میگم و دستای مبارکشان میبوسم و با آرزوی صحت و سلامتشان هستم خب دوستای عزیز و ارجمند برنامه امروز ما هم یک برنامه بسیار خوب و مفید است برای همه هموطنان عزیز ما که روزه میگیرن برایشان انشاءالله که مفید است و در ماهای مبارک روزهای ماه مبارک رمضان برنامه ها را کوشش میکنم که به ارتباط ماه مبارک رمضان باشه تا که هموطنان ما یک استفاده خوبه در این ماه مبارک کرده بتانن و امروز هم میهمان بسیار عزیز خوب را دارم که همیشه همکار بسیار خوب ما بودن و به لحظه آخر ما البته چند روز قبل صدا کردم برشان و خواهش کردم گفتم که به خاطر ماه مبارک رمضان اگر اینا بیاین و از معلومات خوبی که دارن برای هموطنان ما معلومات در مورد صحت و سلامتشان در ماه مبارک رمضان معلومات بدن که چی میتونین کرده که صحت ما خدای نخواسته برخلاف از دی که چیزی که ماه مبارک رمضان دلیلش هست و
چیزی که اصلا هدف ماه مبارک رمضان است، چیزی که خداوند بر ما گفته کنیم، برخلاف از خدا نخواسته صحت ما خراب نشه. و از او لازم مهمان عزیز ما که بسیار یک خانم مهربان هستن، امکار خوب برنامه هستن، ولی از روز که مادر شدن زیاد نمیخوایم زحمتشان بتم، اما با وجودی که دو طفلشان هم با ایشان است و به استودیو مجبور شدن با خود بیار ایشان، باز هم دعوت مرا لبیک گفتن و خواهش مرا به زمین ننداختن. میری جان طاهری اکرم، خوش آمدین میری جان، بسیار خوشحال هستم که با ما هستین. دوست عزیز ارجمند میری جان، میفهمین که البته نرس پرکتیشنر و رجستر نرس هستر و در UCLA در هاربر UCLA امرجنسی روم تراما سنتر نرس هستن. و البته میری جان همیشه قدر قدرشان از مکنه بلندتر نیست، چونکی بالشت ماندم پیش از من رسیده بودن. فرق نمی کنن، خواهش میکنم، هیچ فرق نمی کنم. اینه این کمر البته پیش از پیش باید چونه کمر که نوقته رسیدیم، با ما هم روز آخر وقته بود و عمر ماه رمضان هم کمه. و میری جان ترک خلاصه تشکر. میفهمین این حالا میگم راستا بالشتا از جای شما گرفتم بعد همه گیر آمدم. خب کمره البته راست کننده هست از خاطر هر وقت شما بلند بالا میشین. اما بسیار ما خوش شدم دیدم تان، چندین ماه شده ندیدیم تان. تشکر که مرا خواستین و رمضان شما مبارک. رمضان ام دوستان در هر مملکت در هر شهر هستین، خدا کنه صحتمند باشین، آرام باشین، خوش باشین، رمضانتان مبارک. و همچنان پدران در هر مملکت در هر شهر هستین، روز پدر برای همگیتان مبارک باشه. ما خودم دینه شو و دینه روز تان وقت شو در شبخانه کار میکردم. سو امی چهار مامایم شان که مرا کلان کردن، کاکایم شان، شوهر خالیم، کاکا سیدیم، کاکا شی جانم، هر چهار مامایم دوستان دارم، روز پدر برای هر کدامتان مبارک باشه. تشکر از هر چی که کل زندگی ما مارا کمک کردن. خیلی خوب شد یک آمدن تن یک فایده هم کرد که بله. از طریق تلویزیون جهانی برشان روز پدر تبدیل شده دیمی. بله. ما احساس گناه نمی کنم که شما را سرگردان ساخت. نه نه هیچ هیچ چی نکنین، برای اولادام سادشان تیر شد آمدن اینجا. اما چیز تشکر که مرا خواستین. خواهش میکنم. خب میری جان، ماه مبارک رمضان واضح است که یک ماه بسیار پرفیض و برکت و بسیار خوب است. یکی از دلایلش هم واضح است که ما باید از دل غریبا و بیچارا با خبر شویم که اونا رو کمک کنیم. و همچنان یک دلیل بسیار مهمش بر صحت ما باید یک کلنزنگ است که صحت ما رو باید خوبتر بسازه، نه ای که وزن بگیریم و کلسترول ما بلند بره. بعضی اوقات ما امو هدف نادیده میگیریم. بله. و از او خاطر ما خواستم شما صحبت کنین که مثلا کدام غذاها در ماه مبارک رمضان باید از او خودداری کنیم و به جایش کدام چه چیزا بهتر خواهد بود. بله. که استفاده شد. این بسیار سوال خوب است، از خاطر که از خود تنها از خاطر مرکل ساید نه، یعنی از طرف مرکل نه، از طرف دینی باید اوش خود ما بگیریم. یعنی ما خود ما ملا نیستیم. ما میخواستم بخواهیم کردن شل دینی تا رو دکنم. نه نه. اما خوب میشود اگه امروز یک ملا ممرای ما میبود و ما هم امرای شد که صحبت بکنیم. چیز در فکر میکنم که پرابلم است که کلچر ما بسیار سر نان و غذا چیز میکنیم، تمرکز فوکس میکنیم. و خصوصا که وقت رمضان میباشه، وقت افطار بسیار یک احساس خوب کنم ما میکنیم. یگانه ماست در هر مملکت که باشیم، کوشش میکنیم که کل ما یک جای شویم در وقت افطار، نان یک جای بخوریم. سو هم برای ما برای اسلامی like هم برای مسلمانی خوبه و هم برای چیز برای فامیل ما ساتیریان میباشه. یعنی میشنیم، نان میخوریم، قسم میکنیم، نماز میخوانیم، چیز. و وقتی که کلگی یک جای میباشیم، نام خدا نان خورده میریم، خورده میریم، قصه کده میریم و فکر ما نمیشه که
باید که کم کم از هر چیز یعنی چیز باشه everything in moderation با اندازه باشه بله و خصوصا که آل 14 16 ساعت روزا شده بسیار و گرمیام شروع شده خصوصا دمی خود کالیفرنیا و I'm sure در افغانستانی هم بسیار امروز روز اول تابستان است یا دیروز بود 21 یا 22 بود بله روز اول تابستان بسیار گرمی هم شروع شده سو مهم است که ما خود هایدریت بکنیم یعنی وجود خود خشک وجود ما خوش نشه یعنی او باید بسیار بنوشیم وقت سحری و وقت افطار بسیار مهم است سو از وقت افطار تا وقت سحری یک 6 تا 8 گلاس آب باید بنوشیم یعنی بر علاوه از اینکه چای می نوشیم یعنی آب بله. جدا سو بله بعضی که فکر میگن که یعنی هم زیادتر هایدریت می سازه بله بر خوبتر است بسیار بله او خوبتر است و باید اوش خود بگیریم که چای کافی را کمتر بکنیم ما خوش داریم بشینیم که چای بنوشیم امرای دزرت یعنی چیزای شیرین روت و کلچه و ای چیزا باید از نان باید میخوریم اول گپ چیزا بزنیم خب چطور شروع کنیم یکان اگزامپل من باید میتونم تان خب افطار امرای میتونیم که ام ثواب است ام خوب است که در کلچر ماست در دین ماست که امرای دیت خورما شروع میکنیم افطار خوده و 2 دانه یا 3 دانه زیادتر کوشش کنین که نخورین از خاطر که بسیار شیرین است کالوریش بسیار زیاد است و کوشش کنین که مثلا 1 دانه 2 دانه 3 دانه زیاد نخورین بعد از او 1 گلاس او یخ نخورین room temperature باشه یعنی نه گرم باشه نه یخ بله معتدل باشه یه گلاس آب بنوشین اینم بهترین شه است که اینم تو افطار شروع کنین از خاطر medical من میگم یعنی برای ساعتتان خوبتر است که تو شروع کنین باز مثلا نماز خدا میخوانین باز پس میایین که نانتان بخورین بهترین چیز که است راستن در برنج پلاو و چلاو قرمه شروع نکنین شروع کنین امرای سالاد و سوپ کوشش کنین که سوپتان مثلا لنتل سوپ باشه ماش سوپ ماش باشه یا دال ای چیزا باشه که پروتین زیاد داره و پروتین انرژی میتیتان خوبتر است که امرای سالاد و آش مثلا آش بخورین لنتل یگان سوپ بخورین باز بعد از اون میتونین که غذایتان شروع کنین برنج قرمه و گوشتتان دیگه چیز کوشش کنین که ویجتبلز بخورین ترکاری بسیار مهم است که و سرخ نکنین ترکاری را و گوشت برنجی ها را که زیاد روغن دهیش نندازین هر چیز in moderation باید بخوریم ای را هم در اسلام گفتن یعنی محمد صلی اللہ علیه وسلم هم گفتن و ما در medical درس ما که در research نشان دادن که اگنان به چیزش بخورین moderation بخورین یعنی به اندازهش بخورین برای ساعت ما خوبه برای شکم ما، برای رودای ما، برای شکر ما، فشار ما، کلسترول ما، برای کل چیز خوبتر است. و کوشش کنین که وقت رمضان دزرتز نخورین زیاد. اگه میتونین ایچ نخورین یا اگه میخورین مثلا روت و کلچه و ای چیزا را بعد از نان که بیشنیم امرای چای میخوریم کوشش کنین که نخورین اگه میخورین مثلا بسیار کم بخورین از خاطر کالوریش بسیار زیاد است و شکر که است مثلا انرژی تان امو دقه بسیار بلند میبره باز بعد از او که شکر از وجودتان میبره پس انرژی تان بسیار کم میکنه و ایره
انرژی تان خب 14 16 ساعت که روزه میگیرین مثلا در روز کار دارین سو خصوصا در سحری کوشش کنین که چیزای شیرین نخورین و زیاد تخم بخورین پروتئین زیاد داره همراه یک ذره مولتی گرین نان نسواری باشه نان سبوسدار بله چیز همراه زو بخورین دیگه باز آب بنوشین چندین گلاس آب بنوشین دیگه اگر مثلا بسیاری ها که عادت دارن چای مثلا پیش از افطار چای دم می باشه و من کسی که موافقان ها زیاد چای می نوشیم بله. این حاله اگر چای یک ذره بسیار تیره نباشه چای اوگین نه بله بسیار خوب سوال است مریم جان از خاطر که باید بفهمیم می فهمم که در کلچر ما هسته که چای بنوشیم چون عادت هستیم عادت هستیم بله خصوصا ما چای سبز می خورین که میگین او کافی نداره اما چای سبز کافی نه زیادتر داره از چای سیاه کده unless it says اگر بگوید خود باکس کافین فریزده یعنی چای سبز کافین داره و چای که هست زیادتر ادرار تا زیاد میکنه و ای وجود تا خشک میکنه سو بسیار مهم است که چای خود در وقت رمضان و وقت افطار سحری کم کنیم و او نوشیدن خود زیادتر بکنیم و ببینین این یک دلیل بسیار خوب دیگه ماه رمضان است چون که ما همونطور که کسی که به سیگارت عادت دارن به دخانیات یا شاید بتونن در این وقت آسان باشه باشن که کویت کنن ترک کنن نیست تا و اینمی چایم که یا کافی که بسیار وقت عادت میشیم این ماه رمضان یک خوبی دیگه شیست که اینمی عاداتی که داریم که ادکشن هستی بله بله کم میسازه بله. که میتونیم مثلا چای خود همگین تر بسازیم و گلاس کم تر بخوریم بله کم تر بخوریم بله. یکی از مفادای بسیار خوبی دیگه ماه رمضان است که ما را میتونه که برای میشه باز امی عادت بخاطر که بعد دیگه وقتم چای دیره میخوریم خب بله. در روزای گرم خوب نیست برای ما نه خیر نه زیادتر you know suggestion زیاد the research که نشان داده یعنی medical research که نشان داده نفرایی که کافی و چای میخورند که کافین زیاد داره او راستی یک ادیکشن داره و کوشش باید است که مثلا برای دیگه سال نفرایی که اروز باید چای بخورن یا کافی بخورن کوشش کنین دیگه سال چندین هفته پیش از رمضان آستا کمتر کم کردن بکنین دفتن که استاد میکنین سردردی میایه براتون از خاطر که یک ریاکشن است کافین که دفتن استاد میکنین سردرد میشین irritable میشین یعنی بدخویک میشین سو شاید مشکل تر باشه که بیخی استاد بکنین در وقت رمضان از خاطر همی من میگم که استاد شاید نکنیم از خاطر یکی که ارواح ها مختب کلمه هستیم میخوریم یا در کلچر ما هست کلگی یک جای میشن در افطار فامیلاد استا نان میخورن چای میخورن سو کوشش کنین کمتر بخورین و سودا و یا کوشش کنین که نخورین اگه میخورین مثلا از نیم گیلاس یا یک گیلاس زیاد نخورین سودا یا جوس از خاطر جوس سودا که از کلش شکر داره شکر باز من میگم که شکر تناو شکر برای یک چند ساعت برای در جانتان در خونتان مثلا یک انرژی تان میته باز یک پایان یک انرژی تان بسیار کم میکنن از خاطر که یک دفعه که شکر از وجود تان برای باز یک بسیار بیال کسی را میکنن و you need انرژی را کار دارین برای کلروز تان یک چیز دیگه هم بسیار خوب است که بخورین بس بعد از نان بعد از افطار پاینپل و پاینپل که است دایجستشن شکم امی اسید میده و یارا کمک میکنه دایجست میکنه خوبتر نانتانه پاینپل یا اناناس دوانستان مچم داریم یا نه شاید کم پیدا شاید چون داخل افغانستان فکر نمی کنم که جای شاید بکل شاید از پاکستان اگه بیایه بله جلال آباد نمی فهم میشه یا نمیشه پاینپل خوب است و تربوز بهترین
یعنی بهترین میوه است که وجودتان هایدریت میکنه یا آب وجود زیاد میکنه و خوب نگاه میکنه. و اگر میتونین که تربوز بخورین بعد از نان خوبتر است. ایواز چای که شکم کس بخی میپنه در چای، یا تربوز خوبتر است. و چیز دیگه کوشش کنین که چیزای روغنی پکاورا و سامبوسا و این چیزا را در می وقت رمضان بسیار کم کنین، از خاطر هم برای ساعتتان خوب نیست، وزنتان زیاد میکنه و هم زود پر میکنه شکم کسرا، اشتیا را خراب میکنه. بعضی که بعد از اون غذای درست گفته شما پروتئین و دیگه چیزا را گرفته نمیتونیم، چرا که به اصطلاح قسم روی دل آدم میگیره، دل آدم نمیشه که بگیره. و از تربوز گفتین، با یکی از ریسرچ ها در یکی از مجله مدیکل جورنال خواندم که چقدر بر خواب هم فایده میکنه. یک وقت بسیاری ها تربوز شب نمیخوردن، میفته به خاطر او داره تشناب باز میکنه، در حالی که میگن ریلکس میساز آدمه و امو آبش با وجود میمانه و تشناب نام نمیره، خواب و مرام میساز. بله سیستم یا گپش بسیار سیست. چیز یک کوشش کنین که ماست هم خوب است، اگه مثلا شکمتان نارام نمیکنه، یگان تا خوش ندارن که ماست شیری چیزا بخورن. و اگه مثلا ماست میخورین یا شیر میخورین، لو کالری شو بخورین، امی فول چیزا یا لو فات لو کالری شو بخورین، خوب تر است. دیگه چیز زیاد بسیار مهم است 6 تا 8 گلاس او باید بنوشین، از خاطر باز من میگم که روزا بسیار دراز است و وجودتان باید است که هایدریت او وجودتان زیاد بست لوجود خود آبیاری کنیم. بله. و یک چیز دیگه میری جان که من خودم از تجربه خود بگم، شاید بسیاری دوستایی کارا بکننم، بعضی وقت آب نوشیدن آسان نیست، آدم مشکل است. این حال پیش از افطار، یک دو ساعت پیش از افطار در آب و در آب مثلا دکسروی بیاد ذره مال یا لیمو یا مالتا یک چند دقیقه پرتین امروی پوستش، یک چند برگ نانا پرتین. بله. و ما دیشب ما تخم ریان و یا چی میگه نشه something چیا سید که تخم ریان است انداختم، هم آب بسیار خوشمزه میسازه، هم بسیار زیاد دلتون میشه که زیاد بنوشین، بدون یخ هم ننداخته بودم. بله. و زیادتر بسیار امروز فوق‌العاده آرام بودم که اصلا احساس تشنگی نکردم. بسیار خوبه. و چیز زمی نتس بسیار خوب است، عرقم مثلا بادام پسته و چیزا، اگه میتونین چارمغز یا شوکی در وقت افطار بخورین. امی از خاطر آب که گفتین، زیاد نفرا میگن از خاطر مزیش یا او یخ میخواین، کمی اولین گیلاسشان باشه او یخ باشن از خاطر کلروز نان او نخوردن. او یخ اگه بخورین امی وسلزتانه چیز میکنه، رگای خونه کنستریکت میکنه، یعنی تنگ میسازه و ای میتونین که نارامتر میکنه تان. سو خوبتر است که باز پیشتر که گفتیم او بخورین، او بنوشین که نه زیاد یخ باشه و اف کورس نه داغ باشه مثل چای وری. سو سلام بفرمایین، خوش آمدین. زنده باشین، شما خوب هستین؟ شکر زنده باشه. من خاطر زنگ زده بودم به تلویزیون، امیال خانم گپ می زدن از خاطر که به خاطر رمضان. شما با لایف شوستین، امیال ما امره ما گپ می زنین. سلام، چطور هستین؟ میری جانم امی جه هستن، بفرمایین سوال دارم. چطور هستین؟ خوب هستین جان جان جان؟ تشکر. ما می خواستم بگویم که وقتی که ما روز افطار می کنم باز امی آب لیمو را می کشم. دیگه آب لیمو را که میکشم مثال یک گیلاس یا مثال دو گیلاس که اوقدر یخ میخورم، مثال متوسط، نه سرد سرد نه گرم گرم میخورم، فایده داره نداره؟ یا مثال آب خالی بخوریم؟
نه آب امرای لیمو بسیار خوب است، ام برای دایجستشن تان خوب است و ام برای وزن هم خوب است، برای کلسترول هم خوب است، سو بسیار خوب کار میکنه. امرای او میکسش میکنین بله؟ خون فشار فشار خون دارن یا چیز چربی خونی ها دارن، کلسترول دارن یا شکر دارن، مثلا پرسان میکنن که ما میتونیم روزه بگیریم. یعنی ما از دینی نمیگم، باز ما میگم که ما دینی را نمیخوایم ریسپانسیبیلیتی شانه، اما از رای مدیکال که ما میگم اتان برای ساعت مثلا میتونین نفرایی که فشار داشته باشن یا کلسترول داشته باشن میتونین که دوایتان وقت ساری بخورین امرای نانتان و اگر میتونین مثلا نارام نمی باشین و ساعتتان خوب است میتونین که روزه بگیرین، چرا نمی چرا نگیرین؟ نه نفرایی که شکر دارن، یک سوال یک سوال داشتم، شکر کسی که شکر آیا برای روزه گرفتن نقص نمیگیره؟ قبل از اینکه سوال جواب بدین یک لاین دیگر هم میگیریم. بله سلام بفرمایید. بله سلام، من شیرا خوب هستم. زنده باشین، شما خوب هستین، بفرمایید. من یک نظر داشتم، علی چای سبز هم اگه بخورم تشنگی بیت نمیشین، اگه چای سیام میخورم؟ بله بسیار خوب سوال است. نظر دارن خب نظر شما چی است؟ نظر معنی است که از چای سیام استفاده میکره ولی تشنگی میت رفرم یشه چای سبز هم بله عدیر آب بخورم، سرس نظر کنم از چای سیام از چای سبز هم. بله پیشتر درباره از این صحبت کردیم، بسیار خوب سوال است، شاید نشنیده باشین که ما پیشتر صحبت کردیم. یک چیزی که است، کافین چای سبز و چای سیاه کافین داره. کافین که است دیهیدریت میکنه تن، از خاطر او وجود ادرار زیاد میکنه و او وجود کم میکنه. سو ما پیشتر گفتم امرای مریم جان صحبت، امرای بینندگان عزیز که کوشش کنین در وقت رمضان، خصوصا در وقت رمضان چای کم بکنین و او خوردنتان و نوشیدنتان زیادتر بکنین، از خاطر که او عادی که بخورین وجود او وجودتان زیاد میکنه و چای که از فرق نمیکنه که سبز باشه یا سیاه وجود کم میکنه، سو تشنه زیادتر میکنه ایتم. از این چای سبز تاریخ میکنن چای نازو، از این چای میخورن دیگه؟ بله امی چای سبز که هست کافین داره زیادتر از چای سیاه کده، سو تا که مثلا اگر گفته باشه در خود باکس چای سبز که کافین فری و این همون که کافین فری گفته، کوشش کنین که از چای وقت رمضان بسیار کم بخورین. اگه میخورینم از یک پیاله زیاد نخورین. میری جان گفتن که چای اگه میخورینم چای تیره نخورین، چای اوگین بخورین. و او هم یک پیاله. یک پیاله. باز امی خورتکی عادت مست در افغانستان، امی چای خوردیم امو عادت سر مانده. امی جا که در کارم میباشم چای میخورم، اگه در خانم از جوس و از شربت فانتا و کوکی چیزا ایچ نمیخورم. علی عادت سرمانده. حالا بخیلی سوال داشت، یعنی ساعت نظر کنم از این چای سیام، چای سر آب بخورم امی بهتر است؟ بهتر است که آب بخورین، آب بنوشین، از چای کده بسیار بهتر تر است و ارچقه که میتونین وقت رمضان یا دگر روزا دگر ماه که بخیر بعد از رمضان میشه، کوشش کنین که چای تان کمتر بکنین. برای ساعت خوب نیست که قدر چای بخورین. تشکر از تلفنتان. بله سلام بفرمایید. بله سلام علیکم خواهر مریم جان، با شما و همچنان میمان شما. وعلیکم السلام. مری فان استران تقدیم میکنم. تشکر. یک کسی داشتم مثلا یک کسی که مرض شکر داشته باشن، بس بلند باشه و در این حال روزه میگیره، خرما
اولا ما شما عادت شن که زیاد خورما میخورد افتاری و ما دیدم که یک چار عادت خورما چار عادتش که بخورید 25 گرم شوگر داره. نظر شما چیستن به عبارت که مثلا 15 ساعت 16 ساعت نمیخورید دفعتون شوگرتون بلند میبره خورما یا کدام تاثیری نظرم؟ ممنون شما وقت فرما نگیرم. تشکر بسیار زیاد. سوالش بود نفره که شکر داره نه؟ بله یا خورما بله نه شکر بلند میبره بله بله از خاطر شکر شکر زیاد است کالوریش هم زیاد است. ما فکر خودم میکنم از خاطر چیز ساعتی نفره که شکر دارن خوب نیست که چیز بگیرن روزه بگیرن اینال شاید ملاوی ها سر ما مثلا شاید خدا کنه یک کس تلفن کنن کسی که معلومات داره کسایی که اگر انجکشن میگیرن انسولین میگیرن روزشان چی میشه بله و دوا باید ریگولار بگیرن روزشان نمیشه سی ما چیزی که خودم میفهمم مثلا دمی 18 سال مدیکال کاستم نفره که شکر داره هر دو سه ساعت بعد باید که یک غذا بخوره پروتئین بخوره نان بخورن هر دو سه ساعت بعد وقت روز که باشه بله. اگر هر دو سه ساعت بعد نان نخورن یا پروتئین یا سنکس نگیرن شکرشان بالا و پایان بالا و پایان بسیار خطر داره از خاطر که قلبشان در خطر می باشه گردایتان در خطر می باشه سو خوبتر است و جلدتان سکنتان سرکیلیشنتان در خطر می باشه خوبتر است که اون نفرها باید است نان رگولرلی بخورن اینال یگان تاک هستن که انسولین می گیرن یعنی انجکشن می گیرن و خوب باید است ما فکر می کنم که ایچ نمیتونن که روزه بگیرن از خاطر خطرناک است برشان و نفر که مثلا شکر دارن اما دوا نمیخورن تنها در دایت میباشن شاید وابتانن بگیرن اما نفر که مثلا دوا میخورن برای شکر که رگولیت بکنن نمیتونن که 14-16 ساعت ایچ نان نخورین باز دفتان در افتار نان بخورین یا چیز دیتس خورما را بخورین با شکرتان بلند میره یک شاک بادیتان مثلا سر گرده و قلب یا فشار می آید باز پس نان می خورین باز پس 14-16 ساعت دیگه باد سواری نمی خورین این شکرتان خدا نخواسته در کوما شاید برین yeah, خوب نیستن بله سلام بفرمایید ببینیم بله سلام بفرمایید سلام علیکم علیکم السلام خوب هستین؟ بسیم تشکر سلام برای میمان برنامه‌تان سلام بر شما تشکر تشکر از برنامه خوبتان من همیال برنامه شما را میدیدم دکتر تک درباره شکر و اینا گفت میزنم مادر من 74 سال است اما شکر هم داره منطقه فضل خدا که انسولین و چیزا نمیگیره در افغانستان میگرفت اما ایجا سرش دکتر بند کرده که گفته ضرورت نداری مگم فضل خدا که روزه خدا میگیره شکر الحمدلله شکرش بالکل نرمال است اینال دوا میگیرن برای شکر خود یا ایچ دوا؟ نه دوا نمیگیرن بله. پریز خدا نگاه میکنن اما بله. افغانستان انسولین میگرفت ایج سرش بند کردن که کار نداریش هم پریز به نگاه کد صحیح سو پیشتن امی یک دو دقیقه پیش صحبت کردیم از خاطر از امی من گفتم که نفر که انسولین میگیرن خوب نیسته که ایچ باید و روزه نگیرن برای ساعتشان خوب نیست و نفره که دوا نمیگیرن و ما مثلا در انگلیسی او را میگیم که borderline diabetic borderline که استن تنها برای diet control diabetic ما او را میگیم و که استن دوا نمیگیرن و چیز اون نفرها پیشتر من گفتم که میتونن روزه بگیرن اگر احساس خوب میکنن و گرفته میتونن چرا نگیرن هزار دفعه خب تشکر بله. من به تشویش بودم به خاطر مادرم چون ما گفتیم شام که نگی اما شما میفهمید که کلان سالای ما با ما گفت خود استاد میباشن میگه که نه نمیتونم روزه ما بخورم
اما خدا کمکش کنه، خو میگیره دیگه، توکلش به خدا. و کوشش کنن که او بسیار بنوشند وقت از افطار تا سحری بسیار، و خصوصا که سنایشان کلانتر هستن. مادر جان ما، مادر عمر جان شوهرم، وام در سنای مادر شما هستن و وام روزه میگیرن، وام نخیر شکر نه، یعنی بلد پرشور بخیالم داره، نما خوش دارن، میگن نه باید بگیریم روزه، نمیتونیم بخوریم. اگر میتونین، اما بسیار مهم است، ما برای مادر جان ما میگم، برای مادر شما میگم، خانمای دگام میگم، مردای دگام، کلان سن خوستن که باشین، بسیار روشتانه بگیرین که او باید است بنوشین که وجود نفرای سن کلان زیادتر زودتر دیتریت میشن، یعنی وجودشان خشک میشن زودتر. سو بسیار مهم است که باید است او بنوشن 6 تا 8 گلاس. از کدام جوس میتونن استفاده کنن؟ مادر شما شکر دارن، سو باید اوشتانه بگیرین که چی رقم جوس میتین، از خاطر که زیاد شکر دارن. و بسیار خوب سوال است ای، برای نفرهایی که شکر ندارن، جوس بهترین جوس که در خانه جوس جور کنین، مثلا اگه میخواین جوس میوه جور کنین، میوه بنوشین در خانه امور جور کنین خودتان. بله. جوس سیب، جوس انار، جوس چیز مالتا، جوس پیچ، یعنی مقصد میریجو نیست که از بازار که میگیرین همیشه هم پرزرواتیو داره هم بوره داره. بوره مثلا زردک چطور؟ زردک بسیار خوب است، بله، اما خودتان جور کنین، از خاطر که اگه فکرتان بگیرین جوسایی که از زردک عین که ارگانیک می باشه که از دکان بخرین، امی گرامز شکرشان بسیار بلند است، اگه در خانه جور کنین خوب تر است. بله، تشکر، تشکر از برنامه خوبتان، روز خوش باشه. بله، سلام بفرمایین. سلام. و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایین. زنده باشین، زنده باشین. شما چه لغش رو دفتن؟ بله، ما گفتم تان البله نه، ما رمضان است البته، شروعی ما کشن دفالی ما است. ما نو اولاد کده می اگذره از مریم جان کده وزنم زیاد است، ما یک چند ما پیش اولاد کدیم. چه خوشم که مرتی شدم. زنده باشین، می روان استین. شما بسید شدم. خوب، تشکر، شما خوب استین. امره ما رمضان بخوبی می اگذره. شما ما از ایران استار جا میدونم. از کجا؟ از ایران لاس انجلس. ما شما اتفادی. خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. یادتون هست؟ بله، بله، انشالله که. با کجا دیده بودیم ببخشین نقل بتین؟ لاس انجلس در نایستار. با کجا یا لاس انجلس گفتین؟ در نایستار لاس انجلس. نخیر، نه، فکر نمی کنم. خب شاید، شاید کسی دیگر دیده باشین، فکر نمی کنم. کدام سوال دارین؟ سوال دارین؟ بله، با خاطر سوال دارم، ولی سوال از این دارم که خوار ما بسا جوان، سوال ها بسا خوبه، تا شما چطور وقت رو از اصلاح دارید؟ ما را میگین یا میری جان را میگین؟ شما رو میگم. ما وزن زیاد نخواه، نه، پیران بسیار، یک پیران امروز پوشیدن که بسیار وزنش را کم کرد. وزن نباختیم، نخواه نیج. نه، منتها کوشش میکنم که وزن نگیرم، یک ذره خوراک صحیح میکنم، قدم میزنم. خوب، بسیار یک بله، خوب دگست به اصطلاح جنگ فود، چیزایی که چربی زیاد و بوره زیاد داشته باشه نمیخورم، اما وزن نباختین. اگر گفته میری جان لباسم شد. سوال برای میری جان دارین شما؟ خب من برای میری جان دارم که خواهر خواهر شکر که شما ملت دوستا را یکی زیاد میتین. تشکر. چیزی دایبیدی گفتین، دایبیدی برای افغانان زیاد، دایبیدی در افغانستان پیدا شده. بله، و میفهمین، ما فکر میکنم که چرا، از خاطر که بسیار ما برنج میخوریم. این مثلا حال است،
چطور ملت ها بگوین که برنج نخورن؟ دیگر چیز دیگر ندارم. اول ما را بگوین، از خاطر خودم بسیار برنج خوش دارم. باید که کم کنیم، ایواز روز در سه دفعه که برنج میخوریم یعنی خودمون کم کنیم از خاطر که اوش خود باید بگیریم. از ما سر مسئله افغانستان که بزنیم که آیا چی بخورن؟ میتونن ویجتبلز ترکاری بخورن، میتونن امرای مثلا مرغ پخته کنن، ایواز چیز مرغ بخورن امرای ترکاری آمخته خدا کنیم. یک ترکاری بود در افغانستان میگفتن که اگر آرد نبود کچالو بخورن یا چیز میوه بخورن یا ندارن بیچارا. بله بله، اعتراض که مو کالچر کلتور نان غذا خوردن بلکل یک رقم نه اما میتونیم کوشش کنیم در اونجام که باشن چیز ایواز برنج زیادتر ترکاری بخورن. ترکاری هست در افغانستان و نان سبوسدار بخاطر به افغانستان و من نان سفید کلی میخورن، باید که نان سبوسدار بخورن. از نان سفید باید تیزر دوری کنن. ترکاری دارن؟ ترکاری دارن، میوه دارن، میوه بسیار مزه دار، ترکاری بسیار خوب. بله. هنوز ارگانیک هم. خود شما در افغانستان کجا چه وقت بود؟ ما رفت از مریم ما سال تابستان گذشته تقریبا یک سال پیش. و از ما یک 7 سال پیش بود به خیال من قدرها. خودم رفته بودم. ما تا جایی که ما فکر میکنم و اطراف شما دانشمند هستن، از فامیل دانشمند هستن یا به اطراف چطور کنید چطور مثلا میشه؟ خب خیلی شما را از طریق تلویزیون گوش کنین، ما برایتان سوال جواب سوالتان میدیم. سوال بسیار خوب است. خب سوال دیگه تانم بفرماین؟ یک سوال دو سه شما باید دوباره زنگ بزنین چون لینا پر است. خیلی به اجازه ایتون من خب سوالتون خیلی بگوین با جواب شه یک جایی میتیم نوش. خب مردم در سرک هست نان ندارن دیگه ندارن. بله. خب ما رو بگوین کیک بخورن؟ نه خیلی. خب سوال دیگه ایتون چی هست؟ سوال دیگه ایتون که از راز بیسا خدمت تلویزیون کردیم، ما ابراهیم وایدیستم و به اطلاع دیگه چی میگم خدمتی که شما در ملت میکنیم قبول کردیم. تشکر زنده باشین. این بیوانا را که نرید خدا کنه که آقا به یک قسمت در چی بگن داقه مثل بنای بیاد بناد و دوخانهای گواز کدن یا دوخانه را بد بکنن در ولت خدمت کنن. بسیار تشکر آقای وایدی از تلفنتان. شب شما خوش، روز رمضان خوش براتان میخواییم. راستی که خب مشکل است مردمی که پول دارن هر چیز پیدا میشه در افغانستان، گفته آقای وایدی ترکاری میوه و همه چیز است، اما کسی که پول داره میتونه گرفته، کسی که پول نداشته باشه راستی برشان مشکل است. اما بازم یعنی امکانات که بله مریم جان این بسیار خوب سوال است، اما این بیخی یک تاپیک دیگه است که باید بله. یک ساعت یک بله چیز بسازیم. از خاطر پرابلم تنها در افغانستان نیست، غریبا و نفرها گشنه بسیار در افغانستان هستن متاسفانه، و برای ما آسان است که اینجا بیشنیم بگویم که ایره بخورین ایره نخورین ایره چیز کنین، اما برای نفرهایی که میتونن ما مثلا این پروگراما را داریم که کوشش کنیم انفرمیشن برای شما در مملکت باشین در شهر در دنیا باشین بفهمین که مثلا چی ساعتمند برای ساعتتان خوب است و چی نیسته. نفرای مثلا که در یگان مملکت های دیگه زندگی میکنن که غریب هم هستن چیز خود افغانستان گوشت بسیار قیمت است. خود ما در افغانستان رفتیم، شما بله. یک سال پیش رفتیم، من چند سال پیش چندین دفعه رفتم. نفرای معتبر گوشت میخورن نه؟ بله. و یعنی برای ساعتتان بسیار خرابه که هر روز گوشت بخورین. نفرایی که پیسه ندارن نمیتونن بیچارا که مثلا ما یک دفعه هم گوشت بخورن. نه. اما باور کنین مثلا در امریکا یا در اروپا آل مدیکال ریسرچ که شدن میگن کوشش کنین که از گوشت خود دور بکنین. نه. یعنی بر ساعتتان خوب نیست، برای کلسترولتان خوب نیست، برای فشارتان خوب نیست، برای قلبتان خوب نیست. سو کوشش کنین که ویجتبلز بخورین، ترکاریجات بخورین. ترکاری از گوشت کده ارزان تر است. هرچقدر کوشش میتونین ترکاری بخورین، سرخش نکنین.
بجوشینش یا ساته تفت بتین او را بخورین یا کمک سیزنینگز پرتین دهیش. بله بفرمایید. سلام. سلام، خوب هستین همشهره؟ زنده باشین. شما خوب هستین؟ تشکر از اینکه وقت گراند بایتان رو ضایع میکنین و بر ما معلومات میدین. از همشهره محترم هم که اینجا تشریف آوردن یک جان سپاس. تشکر از لطف شما. مهربان هستین. من سوال داشتم به خاطر اینکه ماه مبارک رمضان من همیشه وزن میگیرم، وزن زیاد میشه. بله، دسته سوال خوب برسه. خوش میکنه که وزن کم شد، برحق وزن زیاد میشه. و تا حد اکثرم کوشش میکنم که به اصطلاح یک رقم خود آدم سیر بسازه، با روزی که چندین ساعت روزه آدم میداشته باشه. اشتیاق زیاد میباشه و واقعا بسیار مشکل است. آدم به ترکاری سیر نمیشه دیگه. اگه آنه چیز که هست به برنج گوشت هست که آدم سیر میسازه. آیا کنم تحلیک یا ترک هست پیشتر هم چیه ما گفت اول با سلات شروع کنین و با سبزیجات چیزا. بسیار مشکل است. ما عادت نداشتیم که سلات اکثرا در افغانستان هم تکران شدیم که برنج گوشت بسند سلات. بله دیگه من هم میخوام و شما کنم. شما به امریکا زندگی میکنین؟ بله. باور کنیم 5-6 کیلو وزن ما اکثرا زیاد میشه. بازت ما یک بارکتان بزن. بسیار یک سوال خوب دارین شما، از خاطر که ای هم از دینی بسیار مهم است که ما در باره صحبت کنیم و هم از medical یعنی health بسیار از مهم است که صحبت بکنیم. در امریکا شما زندگی میکنین؟ نه، من در اروپا هستم. خب اینال چیز کوشش بکنین برای خودم هم آسان نیست در اینجا تولد یعنی کلان هم شدیم. اولین چیزی که میخواییم سرش یعنی عمله پرتیم برنج گوشت است، راست میگین. اما خود ما باید که آستاستا خود ما تغییرات ساعتی خوب یعنی healthier lifestyle برای خود بسازیم که اولادای ما یاد بگیره و اولادای از ما یاد بگیرن. چیز در وقت رمضان بسیار مهم است که هر چیز در moderation یعنی نانتان در moderation بخورین. ایره هم پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم گفته و هم اقدر medical research درباره یعنی نان که چقدر بخورین، میلزتان مثلا صبح چقدر بخورین، چاشت یا شاو چقدر مهم است که زیاد نخوریم. و وقتی که زیاد میخوریم امو وقت است که کالریز که زیاد میگیریم چیز وزن ما زیادتر میشه، خصوصا که با رمضان باشه. کوشش کنین که کم کم بخورین. اگه سالاد خوش ندارین یک چیز دیگه بگیرین، مثلا اینکه یک بشقاب دارین، بشقابتان است کلش پر است از برنج و گوشت، اونموره مثلا نیمشه برنج گوشت جور کنین، نیمشه ترکاری یک چند ویجتبلز چیز ساته بکنین یا ستیم بکنین، نیمشه ازو بکنین، نیمشه ازو سوپتانه سوپ مثلا آش میتونین بخورین. خواهجان من سنم در حدود 53 سال هستم و اکثرا بله سنم در حدود 53 سال هستم. نظر به ای که سن یکم بلند میرم و متابولیزم وجود انسان هم سلو میشه. بله وقت هم به سپورت هم زیاد ندارم که سپورت کنیم، خصوصا در ماه مبارک رمضان که سپورت ایت نمیشه. ما اینال یک چیز شما رو میگفتم باید کار جسمانی باشه و زیاد حرکت داشته باشیم دیگه. اینال من نمیخوام. خب اینال من میگم من دی یک چند راه را میخوایم که نشانتان مثلا بتم. اینال دل خودتان که میتونین امیره پیش ببرین یا کوشش کنین که ببرین. من مثلا میگم ایواز که بشقاب پر باشه از پلاو چلاو گوشت، نیمشه پلاو چلاو یا پلاو نان امرای گوشت، نیمشه امرای ویجتبلز بکنین. و بعد از او بسیار مهم است که بعد از افطار یک چند دقیقه باید در دور بیلدینگتان باشه یا سپورت اگه اوصله سپورت یا انرژیشن هم داشته باشین، یک 20 دقیقه را برین امرای یک دوستان فامیلتان استاد شاین برین بخیر یک چند یک 20 دقیقه نیم ساعت یا 45 دقیقه قدم بزنین. بسیار مهم است
برای ساعتتان. از خاطر اگر با مودریشن نانتان نخورین در وقت رمضان چندین پاوند زیاد میشین، اطمان میشین. و رمضان برای از این است که ساعت ما خرابتر شوه، یعنی وزن ما زیادتر شوه، ساعت ما بلد پرشور ما زیاد شوه، فشار خون ما زیادتر شوه و کلسترول ما زیاد شوه. و باید اوی شخده بسیار ما بگیریم. از خاطر امی هر چیز کم کم بخوریم، کلش دفتن نخورین. اگه میخواین که کمک در افطار بخورین، باز یک ساعت دو ساعت بعد باز یک کمک نان بخورین و قدم بزنین، کوشش کنین که قدم بزنین. و میری جان، اگر بیندی عزیز شما از شروع برنامه دیده باشین، میری جان گفتن که مثلا از مغزیات چهارمغز بادام یا استفاده کنین، و تجربه خود ما مرستی همی چیز نشان داده که ما با در شروع افطار با دیگه کمره خورما و یک گلاس هم افطار میکنم، یک چند دانه چهارمغز میکنم. ما بعد از اون نماز میخوانم، بعد از اون چهارمغز خودش بسیار انرژی میده به آدم. و گفتن که مثلا برای شیرینی باب برای دزرت کیک و کلچه و روتوترا زیاد نخورین، امورم کشمش بادام مثلا بخورین یا یک چیزه، اونم خودش چقدر انرژی میده و چقدر در شروع گفتن بسیار تجربه کرده مفید واقع میشه آدم، بسیار انرژی میده. و اگه اوش خود ما نگیریم میتونیم که چاق شویم زیادتر. در وقت رمضان بسیار مهم است که اوش خود بگیریم. خب میری جان، بعضی اوقات در ماه رمضان سریع بسیار سردرد میشن. بله بله. دلیلش چی هست خودمان. و چطور میتونیم که از این جلوگیری کنیم؟ اینمی کلش از خاطر هایدریشن است. بله. از خاطر که وجود ما کم است. از خاطر امی بسیار مهم است که کوشش کنیم که 6 تا 8 گلاس آو بنوشیم پیش از افطار شروع تا سحری. آو بنوشین، آو 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 و اینه می سردردی تانا برای کل روز خوب میکنه. بله سلام بفرمایین. خب آب گفتین بر سردردی. و همچنان بعضی ها شکایت میکنن که شاید دلیل جوابش باز این چیز باشه، مثلا کانستیپیشن که قبض می باشن، تشنب رفتن برشان مشکل می باشن. بله. از خاطر که ما راست مثل که بینندگان بیشتر گفت، بینندگان امی که گفتن که ما در پلاو امی نان برنج گوشت راستن چیز میکنیم، راست میگن. اما قدر که بخورین فایبر که نخورین، مثلا که سوپ که چیز داشته باشه، بینز داشته باشه، لنتلز داشته باشه، پروتین فایبر داشته باشه، زیاد فایبر کار دارین، نان خشک مثلا مولتی گرین نان خشک باشه، نان سفید نباشه، او فایبر زیاد داره. چیز فروتس، میوه‌جات، وجتبلز، وجتبلز ترکاری و میوه فایبر زیاد داره. فایبر امی کولن اتانا انتستین یارا رگولیت میکنه که تشناب سعی رفته بتانین. اگر راست تناب برنج گوشت بخوریم کل افطار برای 30 روز ماه رمضان، ما هیچ وقت نمیتونیم که سعی تشناب بریم یا چیز وزن ما امت باشه یا کمتر شوه، وزن ما زیادتر میشه، شکمتان اسید معده زیاد میشه، امی پوندیدگی شکم زیاد میشه. از خاطر امی بسیار مهم است که امرای یک گلاس او شروع کنین، امی یک دانه یا دو دانه خرما بخورین و یک ذره سوپ بخورین، باز آستا آستا باز بشینین برای نان برنج گوشتتان امرای وجتبلز بخورین. بله سلام بفرمایین. خب ببخشید لاینتون قطع شد. خب میری جان بیشتر گفتین امی بعضی ها امی هارت برن یا دلجوشی وقتی پیدا میشه، چطور میتونیم از این جلوگیری کنیم؟ یا که بعضی اوقات در فرداش که از صبح از خواب بیدار میشیم امون یک قسم دلجوش میباشیم، هارت برن میداشته باشیم، دلیلش چی است؟ چطور میتونیم جلوگیری کنیم؟ دلیلش ایست مریم جان که ما باید کوشش کنیم که نان پیشتر وری گفتم نان کمتر بخوریم، شکم مارق زیاد نان یک دفعه دم که بیشنیم نان زیاد نخوریم، از خاطر که شکم میپندانه و او
دایجستشن ما را آستا میکنه، یعنی فارسی دایجستشن آزمه را آستا میساز، از خاطر بسیار پر است شکم ما، کوشش کنین که کمتر بخورین و بعد از امی که مینان خوردین برای افطار که زیاد میخورین باز مردم خو میکنه راستن او ما مانده شدم، ما قرار کده چی میکنه، ماندام هستم، روزا میگرفتیم و کل روز کارم کردیم، این آل ناند که بخورین زیادتر مانده تان میکنه که قرار بیشینین اگه زیاد نان بخورین، خصوصا برنج. سو مهم است که اگه 20 دقیقه را رفته بتانین یا نیم ساعت بعد از افطار بسیار خوب است برای دایجستشن تان و وقت سحری که نان میخورین کوشش کنین که زیاد نان چیز چربی نخورین، چربی بسیار جگر جوش میکنه، نان بسیار روغنی جگر جوش میکنه، کوشش کنین که یک ذره تخم بخورین مثلا یا یک ذره ماست پنیر بخورین، دیگه چیز اونمو برای پوندیدگی شکم و اسید معده خوبتر است. یک سوال آخری پیشتن دارم میدی جان، ای که امی مای رمضانم و پروگرام مرتب باید روتین آدم تغییر میکنه، مثلا غذا نمیخوریم او نمیخوریم، وقت خواب ما تغییر میکنه، مخصوصا سری که بخیزین باز بعد زور شکم پر خواب نمیکنه، این کلش یک قسم استرس آدم زیاد میسازه. چی کده میتونیم که ما این می استرس زیر کنترل نگاه کنیم مای رمضان که به جایزی که بر ما روزه گرفتن فایده کنه نقص نکنه؟ امین خدا کنه که مردم فکر نکنن که استرس می باشد. بله بله، اینال کم کم مثلا کم نان بخورن، نان بخورین که انرژی به تیتان، نان بخورین که چیز او وجودتان زیاد کنه، او بنوشین زیاد، چیز کوشش کنین که خو 6 ساعت تا 8 ساعت بکنین. خو یک ذره مهم است، خو مهم است، مثلا بعد از نان افطار باز نماز خفتن یا که میخوانین کوشش کنین که راسن خو کنین، یک ذره باید سکجولتان اوشتن بیرین، تغییرات می آید مثل گفتین، سو اجست بکنین در موی تغییرات، خو بکنین یک 6 ساعت، اگه میتونین 8 ساعت اما 6 ساعت اگه بتونین خواب کنین بسیار خوب است، تا وقتی که سحری میشه خواب کنین که بازم وقت بخیزین یک زن انرژی داشته باشین. اگر میتونین یکان نفر بعد از سحری راسن باید کار برن، یکان نفر خودمان بریم در شبخانه، یعنی نمیتونیم که بعد از سحری پس بریم خواب کنیم و او سخت میباشه، کوشش کنین که اگه در چاشت خانه می باشین یا یک ساعت میتونین یا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت میتونین نپ بکنین اگه بتونین خواب بکنین که انرژی ریزرف بکنین انرژی تان، اما بسیار مهم است که او بنوشین، نان تان سعی بخورین، چیزای روغن یا زیاد نخورین که انرژی تان کم میکنه، چیزای شکر بوره و یا که زیاد داشته باشه اونمو انرژی ما را کمتر میکنه، و خواب کوشش کنین که خواب بکنین یک 6 ساعت یا 8 ساعت شب، اگه میتونین، اگه نمیتونین در روز برای یک ساعت یا دو ساعت خواب بکنین. بسیار خوب. میری جان بسیار زیاد تشکر از معلومات خوب و مفیدتان، دیگه انشالله که بیننده های عزیز ما استفاده خوب کردن، دیگه امیدوارستم که در آینده نزدیک باز هم شما رو با خود داشته باشیم. بازم بسیار زیاد تشکر. انشاءالله خداوند برتان اجر میده که این ماه مبارک رمضان با دو طفلتان تا اینجا آمدید. تشکر بسیار زیاد مریم جان. تشکر. خب دوست عزیز ارجمند، این بود برنامه امروز ما و با تشکر مجدد از میری جان طاهری و همکار تکنیکی و شما بیننده عزیز ارجمند که برنامه را دیدین و تلفن هم کردین، برنامه امروز با امینجا به پایان میرسونیم. امیدوارستم که روزهای ماه مبارک رمضان با بسیار خوشی و آرامش و صحت و سعادت سپری شود و تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ. هفته خوش برتان می‌خواهیم. توانا بود، ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.